آرمین جان عزیزم، شرمنده مجددا پیام ارسال میکنم برات. عرض کنم خدمت که حالا صحبت های قبلی من رو که ترجیحاً، چون گفتی احتمالا پخشش میکنیم، صحبت های قبلی من رو که ترجیحاً پخش نکن، چون من صحبت خاصی نکردم فعلا. حالا در مورد این شخص مثل امید دانا هم اتفاقا من دقیقا با شما موافقم. من یه عده از این بسیجی ها بودن، یه عده ازش دفاع میکردن. جالب بود که دفاع میکردن، بعد من صحبت هایی که ضد اسلام همین آدم انجام داده، حتما کلیپاش رو شما دیدی که شروع میکنه مسخره میکنه و ضد اسلام صحبت میکنه، من براشون ارسال میکردم همیشه تعجب میکنن که ای امیدانا مگه میشه همچی کاری کرده باشه. ولی در هر صورت حالا موضوع اینجاست که واقعا یادمیه که امیدانا اصلا هیچی برای ارائه نداره، اصلا حرف زدنش فقط سراسر خنده است و خب یک مزدور داخلی که فرستاده شده اونور تا بتونه کاری انجام بده. بالاخره یه صحبت ایشون یه دوره ای که شدیدن از زرتشت دفاع میکرد، بعد ضد اسلام حرف میزد، تمسخر میکرد، بعدا اومد یه جور دیگه شد. خلاصه عرض کنم که آرمین جان عزیزم، اگه باز هم میگم میشد که من بتونم پیام خودم را از طریقه یا نمیدونم واتساپ یا تلگرام یک دو از این دوتا به یک روشی ارسال کنم، خیلی خوشحال می شدم که بتونم حالا بخشی از نقد هایی که بر همین حالا اسلام و قرآن داشتم رو به صورت صوتی ارسال کنم. البته اونجا ترجیحاً با این صدا شاید صحبت نکنم، شاید یه ذره تغییر بدم، چون بالاخره تو ایران دیگه ترس زیاده دیگه. به هر حال بازم سپاسگزارم، وقتت بخیر و خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم با شما دوست عزیزم صحبت کنم. خدا نگهدار. گوشی من چرا هنگ کرد؟ آها، نادرست شد. یا هلو آرمین جان، خیلی خیلی قشنگ شما تونستین که این نادانای فاشیست رو نقد بکنی و واقعا صحبتات درسته در مورد دموکراسی و اینو بایستی که ملت ها خودشون تصمیم بگیرن که اصلا کی روشون حکومت بکنه. این خیلی درسته و من از شما حمایت میکنم. بهرام از سلام آرمین جان، امیدوارم خوب باشی. من میلاد رستای منش از اکس مسلم اسکاندیناوی هستم. میخواستم این فایل صوتی رو در رابطه با بایدن و اسلام برات بذارم. به نظر من تمامی جریانات راست و کسانی که دل در گروه حفظ مناسبات سرمایه داری دارند اسلام پناهند. از بایدن و حزب دموکرات، حزب فاسد و دروغگوی دموکرات که نمایندگی میکنه چپ بورژوازی رو، تا امثال ترامپ و جمهوری خواه که نمایندگی میکنن راست بورژوازی رو، اینها همشون مذهب پناه و اسلام پناهند. یادمون هست که ترامپ با دولت عربستان سعودی و با پادشاهان عربستان رقص شمشیر کرد و خیلی همیشه دفاع کرده از سیاست های عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب زبان اسلام زده خاورمیانه. هیچ وقت ما ندیدیم که مثلا در حقیقت ترامپ نقدی بکنه به حقوق بشر، به وضعیت زنان، وضعیت آتیست ها و غیره در عربستان سعودی. از اون طرف ما میبینیم که حزب دموکرات، باراک اوباما و بایدن حمایت میکنن از حکومت های مثل جمهوری اسلامی، از قرارداد برجام حمایت میکنن و غیره. یعنی میخوام بگم که به نظر من اینا باجی به هم نمیدن. یک اشتباهی که شاید بخشی از اپوزیسیون میکنه، من جمله یک کسی مثل ترم نشوان که با جمهوری بی خدایان هم خیلی کار میکرد، اینی که اینا ترامپیست خودشون رو تعریف میکنن و دل در گروه ارتجاع و در حقیقت
جریانات عمیقا عقب مونده و غیر انسانی که مثلا یک کسی مثل ترامپ نمایندگیش میکنه یا نایجل فراج در بریتانیا نمایندگیش میکنه، دل در گروه این جریانات میبندن. به نظر من اینا هر دو ارتجایی هستن و دل در گروه این جریانات نباید داشت و باید به نظر من نگاه کرد به پایین، مبارزات مردم، جنبش هایی که مردم پیش میبرند و سعی کرد این جنبش ها رو در حقیقت تقویت کرد و از طریق مردم و مبارزاتشون با اسلام، اسلام سیاسی و مذهب و مذهب سیاسی مبارزه کرد. این نظر من هست. برسات حالا اگر علاقه من بودی و دوست داشتی، من خیلی دلم میخواد که تو این برنامه شرکت بکنم، میتونم که مثلا حالا به عنوان یک مخالف و شاید منتقد نظراتت در برنامه روز جمعه شرکت بکنم. برسات مواظب خودت باش و برات آرزوی موفقیت میکنم. مرسی. درود بر شما، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. من میخواستم راجع به یه موضوعی که کمتر راجع بهش صحبت شده حرف بزنم. میدونیم که در اسلام خیلی به زنان ظلم شده و همچنین در حکومت هایی که اسلام محور هستن این موضوع رو دیدیم، ولی کمتر کسی به خشونت های اسلام علیه مردان اشاره کرده. یکی از این خشونت ها مثلا میخوام نام ببرم، همین موضوع اینه که جوامعی که اسلامی هستن مردان، خب طبق غریزه شون باید بیشتر سکس داشته باشن، چون همیشه بدنشون در حال تولید اسپرم هست و باید این اسپرم از بدنشون خارج بشه. برخلاف زنان که تخم گذاری دارن، هر ماه ریست میشن، مردان همیشه آماده سکس هست بدنشون. و میبینیم که در کشورهای دموکرات و کشورهایی که سکولار هستن، مردان خیلی راحت میتونن سکس کنن با دوست دخترشون، یا مثلا اگه دوست دختر ندارن برن با چی میدونن، با یه روسپی کارگر جنسی چیزی بخوابن و خودشون رو تخلیه کنن. ولی در کشورهای اسلامی چنین، اگه بفهمن که چنین چیزی وجود داره، اینکه وجود نداره، خیلی سخته. بعدش هم اگه وجود داشته باشه به شدت توبیخت میکنن، شلاق داره و هزار جور مکافات و ترس و استرس. نقطه بعدی مهریه هست که الان هزاران نفر در زندان هستن به خاطر مهریه. مردی که نمیتونه سکس به راحتی داشته باشه میگن برو ازدواج کن. ازدواج هم بخواد بکنه با شرایط اقتصادی خراب الان باید کلی سکه و اینا بذاره برای مهریه. و زن این حق رو داره که آزادی زندگی مرد رو خیلی راحت با اجرا گذاشتن مهریه سلب کنه. چنین قانون برای زن وجود نداره. یعنی یه مرد نمیتونه طبق قانون قوانین مدنی کشور، یه مرد نمیتونه زن رو مثلا بنداز زندان حتی اگه تمکین نکنه ازش، ولی یه زن میتونه بره شکایت کنه که این آقا نفقه یا مهریه من نمیده و میتونه راحت اون مرد رو بنداز زندان. این نکته بعدیش هست، قوانین اسلامی. نکته آخر هم که من بخوام بهتون اشاره کنم، موضوع ختنه هست. بله ختنه. ختنه زمانهای قدیمتر هم برای دختران و هم برای پسران انجام می شد، که خودتون می دونید ریشه داره در مصر باستان و قبل از اون هم ریشه داشته در برخی از اقوام بدوی که فکر می کردن با انجام این کار دارن قربانی می دن. مثلا یه قسمت از آلت تناسلی رو ببرن و قربانی خدای زاد و ولد و این حرفا بکنن. این اومد توی آیین مصریان باستان و سپس وارد یهودیت شد و بعد هم اسلام. ختنه زنان به درستی جلوش گرفته شد، سازمان ملل، نهادهای فمینیستی جلوش واستادن، ولی ختنه مردان همچنان خیلی شدید ادامه داره. شاید فکر شاید به من بگید که ختنه زنان مثلا کلیتوریس چوچولی بریده میشد و زنان از لذت جنسی باز میموندن. بله، ولی ختنه مردان هم من در این حوزه تحقیقات دارم، بین 30-70% که ختنه های بد وجود داره، مردان لذت جنسیشون کم میشه در اثر ختنه های بد. خیلی از مردانی که در جوانی در کشورهای اروپایی ختنه کردن، همشون اذعان داشتن که قبل از ختنه لذت بیشتری می‌بردن در عمل جنسی. ولی ما حالا فکر کن اصلا هیچ دلیل پزشکی هم نداشته باشه، چرا باید یه دختر به درستی جلوی ختنش گرفته بشه؟ چون ما داریم برای بدنش تصمیم میگیریم، ولی برای یه پسر چنین چیزی وجود نداره. مثلا خود من دوست نداشتم ختنه بشم، ولی وقتی کودک بودم منو ختنه کردن. چرا جان و بدن ارزش مردان پایین تر هست؟ چرا نهادهای سازمان ملل که جلوی ختنه زنان رو گرفتن جلوی ختنه مردان رو نمیگیرن؟ بعدش هم بریدن یک قسمت از بافت و پوست آلت تناسلی مرد که خیلی حساس هم هست، این چه ربطی داره؟ بعضی میگن فواید پزشکی داره. خب فواید پزشکی داره، الان در عصر قرن 21 هستیم، هزار یه جور دوا و درمان آنتی بیوتیک وجود داره، میشه درمانش کنن، نه اینکه باید پوست رو ببری. الان مثلا بعضی دخترها کیست رحم دارن، ما باید بیایم و پرده بکارتشون از همون نوزادی مثلا سوراخ کنیم از بین ببریم؟ نمیشه که.